و اما میدونید که توی ایران ما عزیزان مسیح توی جفا هستن، بسیار از عزیزان به خاطر ایمانشون در زندان هستن. 70 نفر رو توی ماه گذشته و هفته‌های گذشته دستگیر کردن، بعضی آزادن، بعضی به خاطر اتهامات کاذب هنوز در زندان هستن. در مورد این میبینیم که ما صحبت‌های خیلی زیادی توی این برنامه کردیم و نه تنها برنامه‌های و شبکه‌های مسیح، نه تنها خادمین، نه تنها کسانی که مسیحی هستن و مایکروفون و این فرصت رو دارن که اعلام بکنن و اطلاع رسانی بکنن به تمامی دنیا، این خبر در خبررسانی‌ها و شبکه‌های مختلف خبری غیر مسیحی و سکولار و حتی سیاسی هم مطرح شد و این نگرانی طوری شد که حتی برنامه پارازیت که یک برنامه بسیار محبوب از صدای آمریکا هست، این رو در یک قسمتی از اخبار خودش بیان کرد. تیکر رو نگاه بکنیم. کامبیز حسینی در مورد این مسئله صحبت میکنه. سلام، من کامبیز حسینی هستم. این 38مین پارازیت برنامه‌ای که برای شماست، شما که حوصله اخبار رو ندارید و همه خبرها برای شما خبر بده. 60 تن از مسیحیان ایران همین جوری الکی بازداشت شدن. واقعا هم همین جوری الکی دستگیر شدن، بازداشت شدن به خاطر ایمانشون. بنابراین ما ازتون میخوایم که دعا بکنید و هر جایی که این فرصت رو دارید، این جایگاه رو دارید که این خبر رو به مجامع بین المللی برسونید، این کار رو انجام بدید. چون اگر صحبت سر این میشه که دین یک مسئله آزادی هست توی کشور ما ایران و تفتیش عقاید وجود نداره و هر کسی میتونه صاحب هر عقیده و دینی باشه، بنابراین عزیزان رو با هم باید آزاد بشن از زندان و دعامون این هست که خدا تو این قسمت به ما فیض برسونه. بنابراین بریم با هم دیگه اخبار رو نگاه بکنیم. من نمیخوام جمله کامبیز رو استفاده بکنم، ولی امیدوارم که این اخبار با ما باشید.